تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک قسمت 62. جنبش مشروطه یکی از برجسته ترین رویدادهای تاریخ ایران. ۱۷۰ سال پس از انقلاب کبیر فرانسه و 11 سال پیش از اون که بلشویک ها در روسیه قدرت را به دست گیرند، ایران زمین که لردهای انگلیسی و تزارهای روسی حیات خلوت خود می دیدند، آبستن حوادث تازه بود. باید از دل سیاهی و اون شب تار گل صبح می شکفت. پیشتر مهمترین وقایع قرن 19، یکی از پربارترین آثار در تاریخ بشری مورد بحث قرار گرفت و اکنون به قرن 20 رسیده ایم. وقایع اتفاقیه این سده را با انقلاب مشروطیت، یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران که در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه روی داد و در ایران منشأ قدرت را از آسمان به زمین کشید، شروع می کنم. جنبش بزرگی که جوهر و مضمونش جدا از مقوله آزادی و اصل تفکیک قوا، مسئله بازسازی میهن، رهایی از سلطه خارجی و برقراری امنیت و ثبات سیاسی در کشور بود. گفته می شود واژه مشروطه از شخط فرانسه به معنی شرط و قانون گرفته شده. البته به کنستیتوسیون هم اشاره شده که مراد از اون قانون اساسی و در واقع انقلابی بود برای تدوین سند قانونی، تدوین عالی ترین سند حقوقی کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر، شبیه اونچه سال 1600 میلادی برای نخستین بار نوشته شد و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است، یا اونچه بعداً در فرانسه انجام شد. اگر انقلاب مشروطه صرفاً مشروط کردن دولت پادشاهی بود، باید از کندیسیون استفاده می شد. در این بخش به مجموعه کوشش ها و رویدادهایی که به امضا کردن فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه در 14 مرداد 1285 6 آگوست 1906 میلادی انجامید و تا دوره محمد علی شاه ادامه یافت و منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب نخستین قانون اساسی کشور ایران گردید می پردازم. همینجا بگویم که ایجاد مجلس شورای ملی ریشه در تاریخ دوره ناصری دارد. ناصرالدین شاه وجود نهادهای مشورتی همانند مصلحت خانه و مجلس شورای کبرا
مؤید این نظر است. مشروطه اساساً از کجا شروع شد؟ برای پاسخ به این سوال باید به عقب برگردیم. زمان عباس میرزا حدود نیم قرن قبل از مشروطه که نخستین فرهیختگان ایرانی راهی اروپا شدند تا درس بخوانند، یکی از آنان به نام میرزا جعفرخان معروف به مهندس باشی به ناصرالدین شاه نوعی دار و شورای دولتی را پیشنهاد کرد و در این مورد کتابچه‌ای هم نوشته شد. همین کار می توانست از نفوذ و دخالت روحانیون در جای جای مملکت بکاهد و با اختیارات عرفی به اختیار حاکمان بیفزاید. اندکی بعد فکر عدالتخانه از سوی میرزا حسین سپه سالار مشیر دوله مطرح شد که به مدت 2 سال صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجار بود. مشیر دوله که یک دوره 20 ساله در خارج از ایران به سر می برد، در دوره 12 ساله اقامت خودش در استانبول جنبش های قانون خواهی و مشروط طلبی اروپا را که در عثمانی بازتاب گستردهی داشت از نزدیک مشاهده کرد و با تکاپوی روشنفکران عثمانی برای دستیابی به قانون اساسی و بنای مجلس قانونگذاری آشنا شد و او در سال 1245 شمسی 1866 میلادی برای نخستین بار واژه مشروطه را در نامه‌ای که از عثمانی به وزارت خارجه نوشت به کار برد که در واقع رهاورد جامعه در حال تحول عثمانی بود. یادآوری کنم که دوره ناصری از نظر تحولات سیاسی و اجتماعی و به خصوص راه یافتن افکار جدید به کشورمون از اهمیت زیادی برخوردار است و نباید اون را سیاهی محض پنداشت. باید به رساله یک کلمه، یکی از اولین آثار آزادی خواهان ایران هم اشاره بشود که نقش مهمی در بیداری مردم داشت. رساله یک کلمه مشهورترین اثر میرزا یوسف خان تبریزی مستشار دوله است. آنچه او در این کتاب پایه گذاشت مبنای نظری تبدیل شرع به نظام حقوق عرف قرار گرفت که به واسطه‌اش نخستین نظام حقوقی جدید ایران تدوین شد. رساله یک کلمه اقتباس و ترجمه است از مقدمه قانون اساسی فرانسه پس از انقلاب کبیر 1789، همون که حالا به عنوان اعلامیه حقوق بشر شناخته می شود. من در قسمت 56 تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک به رساله یک کلمه و نقد میرزا فتحعلی آخونزاده به اون اشاره کردم. حکومت برخاست از رأی ملت در مشرق زمین استثناء بود. بیش از یک قرن پیش ایرانیان ستم دیده از استبداد و استثمار همگام با نخبگان نواندیش و برخی روحانیون میهندوست به پا خواستند و با خودکامگی شاهان قاجار مبارزه کردند تا حکومتی بر اساس عدالت، اراده و رأی مردم و جامعه آزاد و پیشرو برقرار سازند. تلاش آنان از جمله به شکل‌گیری مجلس مشروطه انجامید. مجلس مشروطه در ایران
اولین مجلس قانونگذاری بود که خارج از دنیای صنعتی بپا شد. اولین مجلس قانونگذاری بود که خارج از دنیای صنعتی بپا شد و جلوتر از هند، چین، روسیه و قبل از کلیه کشورهای اسلامی و آفریقایی تفکیک قوا را در قانون اساسی گنجاند و قوه اجرایی مملکت را از نماد سلطنت و قوه قضایی همچنین از نماد روحانیت جدا کرد. در اون مقطع تاریخی در برخی ایالات آمریکا کسی که مثلا اسب می‌دزدید به درخت آویزان می‌شد. در سرزمین‌های اسلامی چه بسا حد شرعی اجرا می‌گشت و حکومت برخواست از رأی ملت در مشرق زمین استثنا بود. مشروطه تنها قدرت پادشاه را محدود نکرد، بلکه این اندیشه را رواج داد که باید حکومت قانون گسترش پیدا کند. مطبوعات به رکن چهارم مشروطیت تبدیل و دولت در مقابل مجلس پاسخگو شد. پس از مشروطه در دادگاه‌های انقلابی که شکل گرفت، ما با انتقام‌گیری و اعدام‌های فله‌ای و دست جمعی روبرو نمی شویم. دوره ابوالقاسم خان قرقزلو معروف به ناصرالملک که خودکامگی پا گرفت حدیثی دیگر است. پس از خلع محمد علی شاه و جانشینی احمد شاه 12 ساله، ابتدا عضدالملک نایب السلطنه شد و پس از فوت وی مجلس ناصرالملک را به عنوان نایب السلطنه برگزید که نزدیک به 4 سال این سمت را به عهده داشت. بعد از استخدام کارشناس مالی آمریکا مورگان شوستر که واکنش و التیماتوم روس‌ها را برانگیخت و مقابله مجلس در برابر زورگویی روس‌ها، ناصرالملک نخستین مترجم ویلیام شکسپیر و اولین فارغ التحصیل ایرانی آکسفورد مجلس را منحل و نشریات را توقیف کرد و عملا نوعی دیکتاتوری به وجود آورد که از شرح اون می گذرم. برگردیم به انقلاب مشروطه. موضوع انقلاب مشروطه مدرسازی ایران، تحول و قانونگذاری و آشنایی با ارزش‌های تازه بود، صرف نظر از وقایع بعدی و تیشه‌ای که به ریشه اون تحول بزرگ زده شد. با این انقلاب حق قانونگذاری زمینی در برابر شریعت و رساله‌های عملیه برجسته شد. توجه کنیم که فقه بیشتر امور عمومی نظیر خیارات و معاملات را هم در بر می‌گیرد و تنها به مسائل عبادی معمول نمی‌پردازد. با این انقلاب حق قانونگذاری زمینی در برابر شریعت و رساله‌های عملیه برجسته شد. در مشروطیت زور با یک رشته قوانین قانونمند شد و اعدام این و اون دیگر دست آخوندهای مرتجعی مانند محمد باقر شفتی و حکام محلی نبود. تسلط روحانیون بر قوه قضاییه برچیده شد، هرچند حدود 70 سال بعد، از 1357 به این سو ورق برگشت و دوباره در بر همون پاشنه نخستین چرخید و حق حاکمیت مردم ایران نقض شد تا در اختیار به اصطلاح شریعت قرار گیرد. مشروطه در برابر امت
تک کلام روحانیون و رعیت گفتمان پادشاهان ملت را معرفی میکرد و مجلس مشروطه هم در واقع موضوع قانونگذاری زمینی و نگین مشروطه بود که به اون خواهیم رسید. دستاوردهای فکری، اجتماعی و معرفتی مشروطه رو نمیتوان نادیده گرفت. اصل تفکیک قوا، حق استیضاح اصحاب قدرت، محدودیت قدرت به قانون کم چیزی نیست. تاریخ پیش و بعد از مشروطه دو دوره متفاوت را در زندگی جامعه ایران رقم زده است. تاریخ پیش از مشروطه تاریخ روابط سلطان و رعیت اوست. تاریخ پس از مشروطه تاریخ مردم و دولت است و پادشاه هم در این مجموعه البته نقشی دارد. لزوم حکومت قانون و پایان حکومت استبدادی. اگرچه زمانی ناصرالدین شاه عصر گذر ایران به دوران جدید بود و ریشه بسیاری از افکار و آرای نو در این دوره قرار دارد، اما بنابر آنچه احمد کسروی گفته است، در زمان قاجار ایران بسیار ناتوان گردید و از بزرگی و جایگاه و آوازه اون کاسته شد. جهان دیگر شده و کشورها به تکان آمده بود، ولی ایران به همون حال پیشین خود بود. ارباب قدرت خودکاری نمی کردن و مانع دیگران هم می شدن. میرزا ابوالقاسم قائم مقام را که وزیر کاردانی بود محمد شاه کشت و جایش را به حاجی میرزا آقاسی داد. میرزا تقی‌خان امیر کبیر به پیراستن و آراستن ایران میکوشید، اما به قد رسید. میرزا حسین سپهسالار هم به کارهای برخاست که قدرش را ندانستند. ایران در فجر انقلاب مشروطیت یک کشور زراعی عقب مانده بود. آنچنان که یحیی آریانپور گفته است، در دهات و در میان عشایر چادرنشین وضع خانخانی و پدرسالاری همچنان ادامه داشت و در ایالات جنوب شرقی مانند کرمان و بلوچستان هنوز آثار غلامی و بردگی موجود بود. ناصرالدین شاه کشوری را که تا مغز استخوان فساد گرفته و هر پارش به عنوان امتیاز در اختیار یکی از اجانب بود، با یک مش رجال بی اطلاع و خائن به جانشین خود مظفرالدین شاه، اون طفل مسن بونگیر بهانگیر که از رعد و برق به عبای سید بحرینی پناه می برد، بازگذاشت. تک و توک عالم دینی پارسا که از رنج مردم رنج می بردن به کنار، اما کم نبودند به اصطلاح روحانیونی که خود صاحب جاه و جلال و مکنت و مال شده و از پستان دین شیر دنیا می دوشیدند و در امور کشوری هم دخالت بیجا می کردند. فقر و بدبختی و بیچارگی و سکوت سیاه کشور را فرا گرفته بود. خوشسالی و قحطی و گرسنگی و وبا و طاعون و دیگر بیماری های واگیر هر آزگاهی کشت و کشتار می کرد و بار سنگین مالیات ها و عوارض و به اصطلاح رسوم، ختمتانه و پیشکشی بر دوش ملت بیچاره افتاده بود. به نام رسوم، ختمتانه و پیشکشی مردم را تلکه می کردند. دهقانان و پیشوران تهی‌دست فوج فوج به روسیه و ترکیه و مخصوصاً برای کار کردن در معادن نفت قفقاز به باکو می رفتن. در چنین احوالی محمد علی میرزا ولیعهد که بایستی تاوان عیاشی و بیخبری پدران خود را بدهد، در تبریز تحت تربیت معلم روسی خود شاپشال، یکی از اعضای وزارت خارجه روسیه تزاری، رؤیا می پرورید و در خیالات سیر می کرد
غافل از اینکه ایران از خواب گران سر برآورده بود و تنها اخگری لازم بود تا آتش گر بگیرد و برافروزد. برای کشف اقیانوس‌های جدید باید جرأت ترک ساحل را داشت. ایران زمین که لردهای انگلیسی و تزارهای روسی حیات خلوت خود می‌دیدند، آبستن حوادث تازه بود. باید از دل سیاهی و اون شب تار گل صبح می‌شکفت. به قول تولستوی، برای کشف اقیانوس‌های جدید باید جرأت ترک ساحل را داشت، چرا که این دنیا دنیای تغییر است نه تقدیر. در زمانی که از آن صحبت می‌کنم، بودند کسانی که به جد در اندیشه تغییر بودند و اینکه کاری بکنند کارستان. اندیشه تغییر و لزوم حکومت قانون و پایان حکومت استبدادی را تأسیس دارالفنون و آشنایی تدریجی ایرانیان با تحولات جهانی نیرو بخشید. امثال میرزا آقاخان کرمانی، عبدالرحیم طالبوف، میرزا فتحعلی آخونزاده، سید جمال الدین اسدآبادی، میرزا ملکم خان صاحب روزنامه قانون و حاج زین العابدین مراغعی نویسنده کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ و امثال آنها بذر بیداری می پاشیدند. همچنین سخنرانی های سید جمال واعظ، جمالزاده و ملک المتکلمین که توری مردم را با اندیشه آزادی و مشروطه آشنا می کرد و نشریاتی مانند حبل المتین و چهرنما و حکمت و کمی بعد ملا نصرالدین، نشریه ملا نصرالدین که البته در خارج از ایران منتشر می شدن، هم در گسترش آزادی خواهی و مخالفت با استبداد نقش مهمی داشتند. در روزگاری که حتی تصور برخورد با مرتجعین هم ناممکن جلوه می کرد، روزنامه ملا نصرالدین نقش مهمی در بیداری مردم و جنبش مشروطه ایران داشت و میرزا علی اکبر صابر با نام مستعار هپ هپ در آن اشعار انتقادی خود را منتشر می کرد و کاریکاتورهای آن که از جمله به دست عظیم عظیمزاده کشیده می شد از شاهکارهای کاریکاتور سیاسی و اجتماعی بود. جدا از اون چه گفتم، کشته شدن ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی هم که آشکارا انگیزه خود را قطع ریشه ظلم و نتیجه تعلیمات سید جمال الدین اسدآبادی دانسته بود، کوشش بیشتر در روند مشروط خواهی را سبب گشت. جدا از جراید فارسی که در مصر و هند و استانبول منتشر می شد و به ایران می رسید، مراودات بازرگانان آذربایجان با عثمانی و قفقاز و به خصوص جنگ روسیه و ژاپن در فوریه سال 1904 و شکست دور از انتظار روسیه از ژاپن و تکانی که این امر به ایرانیان داد و پس از آن جنبش های پی در پی در روسیه تزاری که در سال 1905 کمی پیش از شروع تظاهرات مردم برای انقلاب مشروطیت، اون کشور را به سوی دگرگونی برد و انعکاس خبر اون به وسیله روزنامه ملا نصرالدین که این حوادث را با آب و تاب به گوش ایرانیان میرسانید، همه و همه یک رشته عواملی بود که به تدریج هر کدام در زمان خود در تار و پود سازمان فاسد اجتماع ایران رخنه کرد و مردم را به فکر تغییر و تحول انداخت و اینکه اونها نیز می توانند با نظم کهن درآویزند و باید طرحی نو در اندازند، چرا که برای کشف اقیانوس‌های جدید
باید جرأت ترک ساحل را داشت و به آب و آتش زد. با اعتراض مردم، عین الدوله برکنار می شود. در زمان مظفرالدین شاه، اگرچه از مدتی قبل شورش ها و اعتراضاتی در شهرهای ایران علیه مظالم حکومت رخ داده بود، اما شروع جنبش مشروطه را معمولا از ماجرای گران شدن قند در تهران ذکر می کنند. علاءالدوله حاکم تهران 17 نفر از بازرگانان و 2 تن سید را به جرم گران کردن قند به چوب بست. این کار که با تایید عین الدوله صدر اعظم مستبد انجام شد، اعتراض بازاریان و روحانیان و روشنفکران را برانگیخت. اینان در مجالس و در مسجدها به سخنرانی ضد استبداد و تأسیس عدالتخانه یا دیوان مظالم پرداختند. این کار که با تایید عین الدوله صدر اعظم مستبد انجام شد، اعتراض بازاریان و روحانیون و روشنفکران را برانگیخت. اینان در مجالس و در مسجدها به سخنرانی علیه استبداد پرداختند و از تأسیس عدالتخانه و دیوان مظالم دم زدند. خواست برکناری عین الدوله و عزل میسیونوز بلژیکی و حاکم تهران و حتی عسکر گاریچی به میان آمد و اعتصاب در تهران فراگیر شد. توضیح کوتاهی در مورد میسیونوز بلژیکی و عسکر گاریچی بدهم. جوزف نوز، مشهور به میسیونوز، یک از اهالی بلژیک بود که در دوران مظفرالدین شاه به وزارت کل گمرکات ایران رسید. از اونجا که مردم و روحانیون تعرفه ها را به زیان می دیدند و وجود یک خارجی را بر مسند امور نمی پذیرفتند، ناخشنود بودند. بازاری ها و بازرگانان که با میسیونوز مشکل داشتند، به بهانه تعارف مشروب در جلوی درب یک مشروب فروشی به یک روحانی، 2 روز بازار را بستند و قوغا به پا کردند که نوز مسلمانان را به استهزا گرفته و کمر اسلام را شکسته است. میسیونوز در میهمانی بالماسکه لباس روحانیون ایران را هم پوشیده بود و عمامه به سر داشت. این عکس به علما رسید و در میان مردم پخش شد و قوغا آفرید. پس از آن لزوم برکناری نوز و عین الدوله بر سر زبان ها افتاد. میسیونوز در پایان با فشار مشروطه خواهان و مقامات پادشاهی متحد بریتانیا از پا در آمد و با وقوع انقلاب مشروطه و روی کار آمدن مجلس شورای ملی از ایران اخراج شد. و اما عسکر گاریچی. عسکر گاریچی که امتیاز حمل مسافر میان تهران و قم را داشت، در حال مستی به یک مسافر زن بی‌حرمتی می‌کند و پیرمردی را هم که در صدد حمایت از زن برمی آید کتک زده و ریش وی را بریده بود. خلاصه اعتصاب در تهران فراگیر شد و در اعتراض به حکومت عده‌ای از مردم و روحانیون به مسجد حضرت عبدالعظیم رفتند و در آنجا تحصن کردند. مظفرالدین شاه که هوا را پس می دید، وعده برکناری صدر اعظم یعنی عین الدوله و تشکیل عدالتخانه را داد، اما چون به وعده خود عمل نکرد، علما از جمله آقا سید محمد طباطبایی و آقا سید عبدالله بهبهانی به قم رفتند و تهدید کردند که کشور را ترک خواهند کرد. بازاریان و عده زیادی از مردم هم به تحصن در سفارت انگلیس اقدام نموده و خواهان تشکیل عدالتخانه شدند. با اوجگیری نهضت به تدریج مسئله پارلمان، محدود کردن قدرت شاه و آزادی هم مطرح شد. با گسترش نارامی ها در شهرهای دیگر، عین الدوله استعفا کرد و میرزا نصرالله خان نائینی صدر اعظم شد. من از ذکر القاب آنها
صرف نظر میکنم، چون مثلا در تاریخ ایران ما 6 مشیر و دوله داریم و اشتباه میشود. عین الدوله استعفا کرد و میرزا نصرالله خان نائینی صدر اعظم شد. اگر از من میشنوید لفظ آزادی را بردارید. شیخ فضل‌الله نوری که در برابر مشروطه علمدار مشروعه بود، به صراحت از مشروط بودن آزادی در متون دینی سخن می گفت و اینکه به زعم وی اعتقاد به آزادی مطلق حرف اشتباه و برابر با کفر است. او می گفت اگر از من می شنوید لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد. اما آیت الله نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله نوشت آزادی و برابری از اهداف اصلی پیامبران بوده است. روحانیون هم از نوع شیخ فضل‌الله نوری یا ملا قربان علی زنجانی و سید کاظم یزدی که می گفتند اگر کسی از مسلمین سعی در این باب نماید که ما مسلمانان مشروط شویم، این سعی و اقدام اضمحلال دین و چنین آدمی مرتد است، نبودند. از آقا سید محمد طباطبایی و آقا سید عبدالله بهبهانی که بگذریم، امثال آخوند خراسانی و دیگر علما چون سید حسین میرپور تهرانی، عبدالله مازندرانی و حاج میرزا حسین خلیلی تهرانی هم با ارسال نامه‌ها و تلگراف‌هایی برای رهبران دینی و سیاسی ایران و نشر اعلامیه‌های روشنگرانه نسبت به رویدادهای سیاسی و اجتماعی موضع‌گیری نموده، هوادار مشروطه بودند. بالاخره مظفرالدین شاه آخر عمری فرمان مشروطیت را در 14 مرداد 1285 یا دقیق تر بگویم 13 مرداد 1285 امضا کرد و کسانی که به حضرت عبدالعظیم و قم رفته بودند، بس نشسته بودند، بازگشتند و تحصن در سفارت انگلیس نیز پایان یافت. پس از آن مجلس اول در تهران گشایش یافت و نمایندگان به تدوین قانون اساسی پرداختند که در آخرین روزهای زندگی مظفرالدین شاه 3-4 روز قبل از درگذشت او به امضایش رسید. بعدن در مجلس متمم قانون اساسی هم تصویب شد که اصل 8 اون برخلاف اصل 2 که حرف و حدیث بسیار دارد، اصل 8 اون در عصر خودش شاهکار بود و همکنون نیز مترقیان است. اهالی زن و مرد در برابر قانون دولتی متساوی الحقوق هستند. صحبت از دین و مسلک و زن و مرد نشده. همه اهالی همه در برابر قانون دولتی متساوی الحقوق هستند. متمم قانون اساسی مشروطه حقوق مردم و تفکیک قوا را به رسمیت شناخت، ولی بعدها متاسفانه گرد و غبار شرع به اون پاشیده شد. ترور اتابک اعظم توسط عباس آقا تبریزی. مظفرالدین شاه که درگذشت، محمد علی میرزا بر سر کار آمد و او دل خوشی از مشروطه و مجلس نداشت. در قدم نخست به صدارت میرزا نصرالله خان نائینی پایان داد و امین السلطان اتابک اعظم را که سالها صدر اعظم دوره استبداد بود به جای او نشاند و زیر امضای قانون اساسی زد. محمد علی میرزا اگرچه پس از اعتراض مردم به ویژه در تبریز از سر ناچاری و به دروغ قول همراهی با مشروطه را داد، ولی چشم دیدن مشروطه خواهان را نداشت و مردم این رفتار را از چشم اتابک اعظم می دیدند، به حساب او می گذاشتند
مدتی بعد اتابک اعظم توسط جوانی به نام عباس آقا تبریزی ترور شد. برگردیم به محمد علی شاه. او که به مجلس رفته و ظاهراً سوگند وفاداری یاد کرده بود، کمی بعد با دیگر مستبدان و با همراهی شیخ فضل‌الله نوری عده‌ای را علیه مجلس در اطراف آن جمع کرد تا با نمایندگان و مدافعان مجلس درگیر شوند. اون زمان علیه مشروطه رساله تذکرت القافل و ارشاد الجاهل به قلم شیخ فضل‌الله نوری و یا شاگردش میرزا ابوتراب شهیدی قزوینی مشروعه را به جای مشروطه علم کرده بود، به ویژه که یکی از نمایندگان مجلس به اسم حاج محمد تقی وکیل الرعایا خواستار حق رأی برای زنان شده بود و با مخالفت یکی از روحانیون مجلس مواجه شد. اوضاع قمر در عقرب بود و در اون شرایط یاران حیدرخان عموغلی بمبی به کالسکه یه حامل محمد علی شاه انداختن. در واکنش وی به باغ شاه رفت با این هدف که بریگاد قزاق را برای مقابله با مجلس آماده کند. توضیح کوتاهی بدهم در مورد قوای قزاق. قوای قزاق نیروی نظامی ویژه‌ای بود که در سال 1258-1879 میلادی به درخواست ناصرالدین شاه در پی قراردادی بین ایران و روسیه تزاری تشکیل شد. استعداد این نیروی نظامی ابتدا در حد بریگاد یعنی تیپ بود و سپس لشکر و زیر فرماندهی افسران روس نظامیان قزاق قرار داشت. قوای قزاق برای چندین دهه مهمترین نیروی نظامی ایران به شمار می رفت و نقش مهمی در تاریخ ایران ایفا کرد. محمد علی شاه که بریگاد قزاق پشت پناهش بود، وقتی در باغ شاه جاگیر پاگیر شد، 8 تن از آزادی خواهان را که پیشتر قصد داشت اونها را از ایران تبعید کنه فراخواند، از جمله جهانگیر خان سور اسرافیل که نشریهش نقش مهمی در تشویق مردم به آزادی خواهی داشت، و سید محمد رضا مساوات شیرازی، ملک المتکلمین، سید جمال الدین واعظ اصفهانی، بهاءالواعظین و میرزا داوود خان که رهبری گروه های بزرگی از مشروطه گرایان را به عهده داشتند. مجلس با درخواست محمد علی شاه برای تبعید آنان مخالفت نمود و وی در واکنش با فرستادن کلونل لیاخوف فرمانده بریگاد قزاق حمله به مجلس را آغاز کرد. لیاخوف با نیروهایش مجلس را محاصره کرد و ساختمان مجلس و مدرسه سپهسالار را دوم تیر 1287 ژوئن 1908 به توپ بست. از فرمان مشروطه تا به توپ بستن مجلس دوره زرین مشروطه و دوره رایزنی های خردمندانه برای پیشبرد حکومت قانون بود. با حمله لیاخوف وکلا پخش و پلا شدند، پراکنده آواره شدند و عده زیادی از مدافعان مجلس به خاک و خون غلتیدند. محمد علی شاه لیاخوف را برای ریاست حکومت نظامی برگزید و به تعقیب نمایندگان و دیگر آزادی خواهان پرداخت و ملک المتکلمین، میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل و قاضی ارداغی در باغشاه پس از شکنجه در برابر محمد علی شاه به خط رسیدند. اون زمان در تبلیغات حکومتی شماری از آزادی خواهان بابی معرفی می شدند. در جنبش مشروطه همه مردم با اعتقاد و باورهای خودشون سهیم بودند. پس از اون که بابیان دست به اقدامات جمعی و انفرادی علیه قاجار زدند و ظالمانه سرکوب شدند، متهم ساختن فعالان جنبش مشروطه به بابی بودن
یکی از شایع‌ترین روش‌هایی بود که برای سرکوب آنان توسط دولت استبداد و روحانیون وابسته استفاده می‌شد. از یک طرف روحانیون مرتجع و مستبد نام بابی را به مشروط خواهان نهاده و آنان را دم تیغ می‌دادند و از طرف دیگر حکام محلی برای تصاحب ثروت اشخاص آنها را بابی نامیده و ملک و املاک و داراییشون را به نفع خود مصادره می کردن. ناگفته نماند که در میان بابیان نیز افراد روشن ضمیر کم نبود و اونها هم با ستم قاجاری کنار نمی آمدند و آزارها دیدند. استبداد صغیر و شکست مشروطه. استبداد صغیر به دوره یک ساله از تاریخ سیاسی ایران اطلاق می شود که از تیر 1287-1908 میلادی با به توپ بستن مجلس شورای ملی توسط محمد علی شاه آغاز گردید و سال بعد تیر 1288 با فتح تهران توسط مشروط خواهان پایان یافت. در حمله به مجلس برخی از وکلا برای اون که بهانه به دست شاه ندهند مهمات و اسلحه ای را که برای دفاع در نظر گرفته شده بود از مجلس خارج کردند و با این کار به طور غیر مستقیم زمینه شکست مدافعین مجلس فراهم شد. با شکست مشروطه خواهان در تهران دوره‌ای که به استبداد صغیر مشهور است شروع شد. در پی حمله به مجلس و دستگیری و اعدام آزادی خواهان جنبش مشروط خواهی به دستانداز افتاد و بسیاری از آزادی خواهان مخفی شدند و برخی به خارج از ایران گریختند. خبر حمله به مجلس به شهرهای دیگر ایران رسید. مردم تبریز به مخالفت با محمد علی شاه برخواستند. علی مسیو، ستارخان، باقرخان و حیدرخان امغلو به بسیج مردم و سازماندهی نیروهای مسلح برای مقابله با نیروهای دولتی کمک کردند. در نقطه مقابل محمد علی شاه برای به قول خودش ختم قائله نیروی سرکوب را روانه تبریز کرد. با فرماندهی ستار مشروط خواهان به مقاومت برخواستند و در مقابل بیش از 30,000 نیروی مهاجم به فرماندهی عین الدوله و شجاع نظام مرندی ایستادگی را به اوج رساندند. در آن رویارویی سردار یار محمد خان کرمانشاهی که از فعالان مشروطه بود به یاری ستارخان و باقرخان شتافت و بعداً به وسیله حاکم کرمانشاه و عامل حکومت مرکزی به قتل رسید. گروهی از ایرانیان قفقاز نیز به مردم تبریز پیوستند. علی مسیو از یاران حیدرخان امغلو و یارانش نیز در صحنه بودند. کار بر آزادی خواهان سخت شد. در پی مقاومت مشروط خواهان در تبریز محمد علی شاه از تزار روسیه درخواست کمک کرد و تبریز به محاصره نیروهای روس و نیروهای دولتی هر دو درآمد. در پی بسته شدن راه تبریز جلفا و محاصره کامل تبریز از طرف قوای شاه، گرسنگی و قحطی هولناکی بر مردم روی آورد و کار بر آزادی خواهان سخت شد، خیلی سخت. پس از حدود 10 ماه محاصره و در شرایطی که آذوقه شهر به پایان رسیده و بسیاری از مردم از گرسنگی جان می باختند، جوانان شهر که بیشترشون از دانش آموزان مدرسه مموریال تبریز بودند، به رهبری هاوارد باسکروویل یکی از معلمهای آمریکایی همون مدرسه به یاری مردم شتافتند. با حمله بلشکر محاصره کنندگان هاوارد باسکروویل فرمانده گروه با تعداد دیگر به ضرب گلوله کشته شدند و سروش اصفهانی تحت تأثیر رشادتهای آنان این شعر را سرود: 300 گل سرخ یک گل نصرانی. اشاره میکرد به معلم آمریکایی مدرسه مموریال باسکروویل. 300 گل سرخ یک گل نصرانی، ما راز سر بریده میترسانی،
ما گر ز سر بریده میترسیدیم در محفل عاشقان نمیرخصیدیم. در جنبش مشروطه زنان روشنفکر نیز با رشادت و دلیری به مبارزه با عمال استبداد برخواستند. گفته می شود در تبریز حین نبردهای مشروطه خواهان و عملی استبداد جسد چندین زن پیدا شد که با لباس مردانه به میدان نبرد رفته بودند. در فتح تهران سردار بی بی مریم بختیاری هم با رشادت و دلیری به میدان آمد. او حتی خود شخصا تفنگ به دست گرفت و علیه قزاقان جنگید. در گذشته نیست امثال زینب پاشا کم نبودند. زینب پاشا از جمله زنان مبارز تبریزی است که در گشودن انبارهای محتکران تبریز در زمان قحطی نان پیشگام بوده است. کمیته ستار در گیلان هم تشکیل شده بود. یپرم خان ارمنی با مشروطه خواهان هم پیمان شد و جوانان ارمنی را برای نهضت برانگیخت. در همین هنگام محمد ولی خان تنکابونی از تبریز بازگشته بود. کمیته ستار با او مذاکره کرد و وی راضی شد با نیروهایش برای پیروزی جنبش مشروطه به مبارزه برخیزد. مردم به جان آمده حاکم زورگوی رش را کشتند و شهر را گرفتند. پس از اون تمام گیلان به تصرف آزادی خواهان در آمد و آنان به سفرهای خارجی نوشتند که نزاعی با شاه ندارند و فقط در صدد احیای مشروطه هستند. صدای انقلاب رشت به گوش شهرهای دیگر ایران و کشورهای آزاد جهان رسید و باعث دلگرمی مجاهدان تبریز شد. اصفهان هم به تصرف مشروطه خواهان بختیاری درآمد. فتح تهران و آغاز پایان مشروطه. بعد از افت و خیزهای فراوان و گفتگو میان مشروطه خواهان، سلحشوران ایل بختیاری به سوی تهران حرکت کردند و با همراهی مشروطه خواهان شمال نزدیک پایتخت به هم پیوستند و با هم موفق به فتح تهران و شکست استبداد صغیر شدند که از به توپ بستن مجلس شروع شده بود و یک سالی ادامه داشت. نیروی روس از انزلی وارد شده و به قزوین رسیده بود و اردوی انقلابی را از پشت تهدید میکرد، اما فاتحه محمد علی شاه خوانده شده بود. با فتح تهران شاه و اطرافیانش به سفارت روس پناه بردن و بار دیگر مجلس شورای ملی تشکیل شد. مشروطه و قانون ظاهراً بار دیگر در ایران برپا شد، اما پیش از اون که به ثمر برسد کسانی به نام رجال رشته کارها را از دست آزادی خواهان در رو بودند و قانون و آزادی را در گهواره خفه کردند و هنگامی جانبازان واقعی آزادی به این مطلب پی بردند که بسیار دیر شده بود. مشروطه با وجود ضربه سنگینی که بر پیکر استبداد زد و با وجود اینکه مجلس و قانون را در کشور برقرار ساخت، ولی از زمینداران بزرگ و دولت‌های خارجی شکست خورد و بعدها دیدیم ستار و یارانش خلع سلاح شدند. ستارخان در ماجرای پارک اتابک گلوله خورد و بعد هم رادمردی چون او بر اثر همین زخم جان داد و عملاً از دور خارج شد. متاسفانه فتح تهران آغاز پایان مشروطه بود. چرا؟ چون سپهر سیاست ایران از رایزنی به ایلیاتی بدل شد. مجدداً به ایلیاتی بدل شد. تمام کوشش مشروطه پایان دادن به حکومت‌های غیر منظم و محلی ایلیاتی بود. اما با فتح تهران بختیاری‌ها زمام امور را به دست گرفتند. همچنین گروه‌های ایلی مشابه از آذربایجان و قفقاز از راه رسیدن، کسانی که همه از جنس ستار و علی مسیح نبودند. دستبندی های مسلح ایلی از طریق شمال به کمک روسیه
و نیز از جانب کرمانشاه وارد سیاست ایران شدند. محمد علی شاه و برادرانش هم که ریشه ایلیاتی داشتند سه بار علیه مشروطه لشکرکشی کردند. انقلاب مشروطه نخستین پیروزی دیوان سالاران در ایران بر ساختار ایلیاتی بود. البته در زمان هخامنشیان نظام دیوان سالاری رواج داشت، اما بعدها جای اون را نظام ایلیاتی گرفت که حدود 900 سال 9 قرن از زمان غزنویان تا دوره قاجار بر ایران حاکم بود. با مشروطه بار دیگر نظام دیوانی بر نظام ایلیاتی چیره شد و از این نظر مشروطه یک انقلاب بود، یک تحول بزرگ، چون به دراز پا ترین سنت تاریخی در فرمان روایی ایران پایان داد و به حکومت قانون و حق قانونگذاری زمینی که در ایران حکم کیمیا داشت رسمیت بخشید. مشروطه بنیانهای ذهنی جامعه ما را تکان داد. جنبش مشروطه مسئله قانون و حکومت قانون را بر سر زبانها انداخت. مفهوم تازه ای از ملت را طرح نمود. نقد ادبی و تاریخی را در ایران باب کرد. تاریخ نگاری، نمایشنامه و داستان نویسی و نظام آموزش و پرورش و فرهنگ شهروندی را ارتقا داد و رعیت را به شهروند مبدل نمود. اون تحول بزرگ در همه چیز تأثیر گذاشت، حتی در موسیقی. به قول دکتر محمود خوشنام، موسیقی و مشروطیت رابطه تنگاتنگی با هم دارند. هر دو به هم کمک کردند و دست در دست هم دیگر دادند. موسیقی مشروطیت را به هدف خیش که آزادی بود یاری رساند و مشروطه هم راه آینده موسیقی را هموار کرد. علیه تعصب ها جنگید و موسیقی را به سوی نوآوری و تجدد رهنمون کرد. مشروطه با خودش ادبیات و فرهنگ جدید هم آورد و به شعر و موسیقی هوای تازه داد. شاعران را از مدیح سرایی و هنرمندان را از عملی طرب جدا نمود. درست است که مشروطه به یک نظام دموکراتیک و مردم سالار که مبتنی بر حاکمیت قانون باشد منتهی نشد، اما افکار و آرا و افقهای جدید و نگرش تازه به حکومت را باعث شد و بنیانهای ذهنی جامعه ما را تکان داد. توجه داشته باشیم که انقلاب مشروطه نه در بستر فرانسه و انگلیس مثلا، بلکه در جامعه کمسواد اون روز ایران شکل گرفت. ما در بستر یک جامعه ایلیاتی بدون دانش و بدون وجود عصر روشنگری به اون دستاورد بزرگ رسیدیم. ما در آستانه انقلاب مشروطه جز 9 کیلومتر جاده راهن نداشتیم. 1 کیلومتر در بندر انزلی که با گاری میکشیدن، 8 کیلومتر هم جاده معروف ماشین دودی شابدالعظیم. همون زمان عثمانی 1700 کیلومتر جاده راهن داشت. انقلاب مشروطه یک انقلاب تمدنی و فرهنگی بود. مشروطه دریچه‌ای به دنیای مدرن باز کرد، اما درخت مدرنیته اونچنان که باید رویده نشد. برای ساختن جامعه مدرن به انسان مدرن و عقل نقاد، خرد پرسشگر نیاز داریم. به آزادی فکر، چالش اندیشه و آزادی احزاب. مدرنیته رو نمیتوان از بالا ساخت، باید از بنیاد پیریزی شود. به قول یکی از مورخین معاصر محمد امینی، انقلاب مشروطه یک انقلاب تمدنی و فرهنگی بود، اما بزرگترین محدودیت اون این بود که ما در ایران عصر روشنگری نداشتیم و در بستر یک جامعه ایلیاتی بدون دانش کافی و بدون وجود عصر روشنگری به اون دستاورد بزرگ رسیدیم
که البته جامعه توان حفظ اون را نداشت و خطای بزرگ اعدام شیخ فضل الله نوری از نشانه های اون بود. دوستی می گفت شیخ فضل الله تفکری ایستا و میرا داشت و به امثال ولتر هم بد و بیراه می گفت. به او گفتم آری، اما کسانی که در محکمه وی بودند نیز با مضمون اون چه ولتر می گفت بیگانه بودند. فصل و حذف که هنر نیست، از قضا از قول ولتر گفته شده. من با عقاید تو موافقت ندارم، اما حاضرم جان خود را بدهم تا تو حق داشته باشی حرفت را بزنی، نه اینکه او را بردار کشم. بگذاریم. ایران عصر روشنگری نداشت، هرچند روشنگرانی داشته است. توجه داشته باشیم که مدرنیته اروپا بر بستری از عصر روشنگری نشو نما کرد. در دوره درازپای قانون مداری و فرهنگ قانون و پیدایش ساختارهای خرد محور و عقلانی، فلسفه مدرن و قولهای فلسفه صحنه را به دست گرفتند. اینها پیش درآمد انقلاب فرانسه بودند و نظریه پردازی کردند. در انگلستان هم مجموعه اینها بود که زمینه انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه را فراهم نمود. در یک دوره 200 ساله متفکرین بزرگ در همه عرصه‌ها، از سیاست گرفته تا علم و اندیشه و اختراعات و هنر، به میدان آمدند. کار آنان در واقع از رنسانس آغاز شده بود. پایه هنری اون در ایتالیا، پایه فلسفی اون در آلمان، پایه سیاسیش در فرانسه و پایه اقتصادیش در انگلستان بود. مدرنیته اروپا از پیوستن این 4 پایه به وجود آمد. ولی ما عصر روشنگری نداشتیم. ما عصر ضد روشنگری داشتیم. چرا؟ چون محقق کرکی ها و محمد باقر مجلسی ها جای امثال ملا صدرا را گرفتند و اجاق اندیشه کور و در ایران رو به خاموشی رفت. بگذریم از ستارگانی چون ملا هادی سبزواری و شهاب الدین سوخوردی که افلاطون ایران بود. امثال سپهسالار از دربار و فرنگ رفته های چون مستشار الدوله و منور الفکر های روحانی مثل آیت الله نائینی و سید جمال الدین اسدآبادی و اخوند خراسانی و سید محمد طباطبایی فهم سکولار داشتند. شماری از آنان مدل‌های پارلمانی اروپا را هم به ایرانیان معرفی کردند، در عین اینکه اصلاً خودباخته نبودند. در ایران فکر مدرن وجود داشت، اما زمینه رشد آن نبود. ما یک جامعه زمین ساز نداشتیم. مثال بزنم. زمان هنری 8 در قرن 16 میلادی در بریتانیا مدرسه قانون وجود داشت. کی؟ قرن 16. در میهن ما وقتی به همت فروغی ها، محمد حسین فروغی پدر و فرزندانش ابوالحسن فروغی و محمد علی فروغی و امثال مشیر دوله پیرنیا، مدرسه علوم سیاسی پا گرفت، جز 7-8 نفر دانشجو نداشت. هنوز دانشگاه نبود در ایران، مکتب خانه اما فت و فراوان، که کارشون بیشتر مشغول بودن به پنجل حمد و امجوز و از جمله آموزش سطحی سوره النبأ بود و گاه به آموزش شرعیات و پیاز دعا بسنده می کردن، بدون اون که به مضمون و جوهر نیایش یا کلام الهی بپردازن. جدا از پنجل هم، اما جزو و اما یتساءلون و مضمون قابل تأمل اون و اینکه مردمان از چه چیز گفتگو و پرسجو می کنند، اما یتساءلون، پدران و مادران ما در عصر مشروطه جدا از اینها میبایست با گفتمان زمانه خیش و تغییر و تحولات دنیای مدرن هم آشنا میبودند، که نبودند، که غالبا چنین نبود و در حال و هوای دیگری سیر میکردند.
البته مشروطه دریچه‌ای به سوی دنیای مدرن بود، اما درخت مدرنیته آنچنان که باید رویده نشد. چرا؟ چون بدون آزادی فکر، چالش اندیشه، آزادی احزاب، انسان مدرن و عقل نقاد، خرد پرسشگر، ساختن جامعه مدرن ممکن نیست. تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک ادامه خواهد داشت.